از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، هم ساری از ساریم، هم آتشی زردوشم، هم ساری از ساریم، هم آتشی زردوشتم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشتنمه کشتیم. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. درود بر مهمانیاران گرامی. جمهوری ظالم و ستمکار اسلامی ایران که ما سالها اسمش گذاشتیم جیم الف دو، جمهوری اسلامی ایران، از این بعد شما بگید جیم الف دو. جیم الف دو چندین سال سالهاست که به عنوان هفته فجر 22 بهمن که نزدیک میشه همینجور پروپاگاند میکنه. حالا ما هم ماه زجر رو برای شما امسال کاری کردیم که 4 تا برنامه ای در ماه بهمن سیاه براتون برش کردیم. یادی بود از دوران پادشاهی و چگونگی انقلاب و نقش استعمار در این رابطه و غیره. بدون شک میبایستی بیش از هر چیز از محمد رضا شاه عزیز سخن میگفتیم و شعبانی گرامی و روحانیت و انقلاب آفتابه آقای خمینی. اما خیلی جالبه دوستانی، البته دوستانی که نه، دو نفر دیدم در این شبکه های مجازی اومدن به سیاوش اوستا پرخاش کردن. آقا مزدور فرح پهلوی، حقوقت رو گرفتی، حالت خوبه، سرحالی، داری رجزخانی میکنی، از این حرف. من با این که لازم نبود به یکی دو نفر اینجور پاسخ بگم، اما برای این که در تاریخ ثبت بشه گل گلی، و این افتخار سیاوش اوستا بوده که میکی تاکنون نه تنها یک شاهی از کسی نگرفته پول در رابطه با کارهای سیاسی و هنری فرهنگی خودش، بلکه تا تونسته میلیون ها دلار زحمت کشیدم در آوردم، پس انداز مادرم بوده، پدرم بوده، ارثم بوده، کار خودمون بوده، با خواهرم کار کردیم، با برادرم کار کردیم، زحمت کشیدیم، شب و روز تلاش کردیم و با پول و بودجه خودمون ما نبرد رو دنبال کردیم. توی این سالها از هیچ کس هم یک قرون نگرفتیم. شهبانو عزیزم خودشون تشریف دارن اینجا، میتونن گواهی بدن، حتی گواهیشون هم نمیخوام بیان بدن، نه نمیخوام، ولی هستن. ما یک شایی نه تنها نگرفتیم، بسیار گذاشتیم تا خاندان پهلوی رو و محمد رضا شاه رو زنده کنیم. نمونه های بسیاری هست، بسیار مصاحبه های بسیاری که خانم میره دوما هست اینجا و کسان دیگه با کمک دوستان عزیز مثل سناتور هنریکی و غیره، و که شعبانو تلاشه خودشون بود، ما پشت سر کارهایی کردیم در رسانه ها. کتابی که اینشون نوشتن که هندیارا به زبان پارسی و فرانسوی، بنده خریدم، پولش دادم، بعضی هم خود عزیزان ایرانیمون خریدن، ولی یک فرانسوی رو من ازش پول نگرفتم، نخرید. ما دادیم، شعبانو امضا کرد و برای شخصیت های بسیاری و کتاب ها رو بین های هدیه دادیم که هندیارا رو. همین مراسم به خاک سپاری لیلای عزیزم که بزرگترین نقش رو در تحول آفرینی ذهنیت مردم نسبت به پهلوی ها داشت رو با دوربین های مهتیوی ما خودمون هزینه رفتیم، دو تا دوربین، تشکیلات، فیلم برداری کردیم، بعد رایگان پخشش کردیم. تلویزیون پارس بارها اینو پخشش کرد و ما رایگان پخش کردیم. در امریکا اگر خانمی این را به یک کمپانی فروخت، حتی با آرم ما و پایین و پولی گرفته کار کرد، اصلا به ما ربطی نداشت. اون خانم هم هنوز زنده است، از این کارا زیاد کرده، شهمانه میشونه، خوب میشناسه. و حالا بگذاریم، ما نه تنها یک شاهی نساختیم که بسیار گذاشتیم عزیزان من. ای نیایید یکی دو نفر صحبت هایی بکنیم، و این افتخار سیاوش اوستا بوده که طی سالهای نبرد و مبارزش، با اینکه نمیگم به پولم احتیاج داشتیم، با مواقعی هم بودی در اون سالا که برقمون هم توی این شانزلیزه قطع میشد، چون هزینه تلفنمون قطع میشد، هزینه سنگین بود، نمیرسید سر موقع، چند تا بیزنس داشتیم و غیره. ولی میخوام اینو بهتون بگم، ما هرگز از کسی دست دراز نکردیم، و اگرم دست دراز کرده ما نگرفتیم، و مستقل و آزاد. این افتخار سیاوش اوستا، این رو خواستم برای ثبت در تاریخ به شما بگم. نمونش همین آیین بزرگداشت لیلای عزیزم هست که میبینید، و بعد
زمین سازی که از قبل کردیم در رسانه ها، بمیه اون موقع تلویزیون پارس که بود که مردم چند هزار نفر سر تا سر دنیا اومدن، حتی از ایران هم اومدن، ورق برگشت، ورق رو برگردوندیم، پول که نگرفتیم، هزینه هم دادیم. حرکت از آن شود که محرکی بود. خبرنگار از مامرزاشا میپرسه فکر میکنید جوانان آینده چطور به دوران پادشاهی شما نگاه خواهند کرد؟ 37 سال پادشاهی شما. شاه پاسخ میده: واقعیت تاریخ برای همیشه پنهان نخواهد ماند. خبرنگار میگه: فکر میکنید 50 سال دیگه ایرانیان شما رو چگونه قضاوت خواهند کرد؟ شاه میگه: 50 سال، امیدوارم خیلی زودتر این اتفاق بیفته. شاه میگه: خب اگر تاریخ را بخوانند میبینن که من چه کردم، پدرم چه کرد و ایران کجا بود، ما به کجا رسیدیم. مدیریت رسانه‌ای و آگاهی بخشانی استاد سیاوش اوستا پس از جانفشانی پرنسس لیلا پهلوی موجب شد تا مردمی که 98% گول تبلیغات جهانخواران را خورده و از پیاده رو با پهلوی ها عبور نمی کردند، از خدمات شاهان پهلوی آگاه شوند. نگی که من فریده دیوا هستم ها، بودم چرا؟ میگفت فحش ما میدن، اذیتمون میکنن. خود شعبانی همینه میگه. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر مثلا نامه مینوشتن اسم فامیلشون رو نمینوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه میدیدن، چون پیاده رو عوض میکردن که با به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است، بخشنده است و مهربان. ای دوش بیا، ای دوش بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دل کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم، سر به سریم. روزی دو که مهلت است، می خور می ناب، که این عمر دو روز بر نگردد. دریاب، دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، ناکرده گناه در جهان کیست؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست، آن کس که گناه نکرد چون زیست. من بد کنم و تو بد مکافات دهی. آری، جان فشانی دو امشاسپند آریایی، لیلا و علیرضا پهلوی، افکار و نگاه مردم ایران را درباره پادشاهان پهلوی دگرگون کرد.
بیش از 2000 نفر در آیین بدرود با پرنسس لیلا پهلوی شرکت کردند و با مدیریت استاد سیاوش اوستا، شهبانو با تک تک شرکت کنندگان دست داده و از حضور آنها سپاسگزاری کرد. این فیلم از پارس تیوی بارها پخش شده است. شهبانوی اندوهگین اما دلیر و امیدبخش با ویدئو و عکس های یادگاری به خانه های مردم رفت و روشنگری تداوم یافت تا به امروز که خواست پادشاه عملی شد و مردمش در کمتر از 30 سال به خردمندی و شکوهش پی بردند و فرق انقلاب مردی که با آفتاب آمد را با مردی که پیشوای انقلاب سپید شاه و مردم بود دانستند. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با 7000 سالگان شیوا وستا با دادن هدیه‌ای به شهبانو لبخند را بر لبانش آورد. این قافله عمر عجب، قافله عمر عجب می‌گذرد. استاد سیاوش اوستا از شهبانو می‌خواهد به علت بسته شدن گورستان تروکادرو خود را برای یک پیام تلویزیونی آماده کند. خواستم تشکر کنم از محبت و عشقی که تمام هموطنان لیلا به اون نشون دادن، به یاد او بودن، تمام هموطنانی که در خارج از ایران و به خصوص اونهایی که در داخل هستن، از گوشه و کنار دنیا، از نامه هایی که فرستادید، از پیغام هایی که فرستادید تشکر میکنم. لیلا دختری بود عاشق پدرش، عاشق مملکتش، دختری با دلرحم، حساس، ولی با یک اخلاق و شخصیت قوی، مهربون، از خود گذشته، به یاد میهنش همیشه بود. در این لحظه تنها چیزی که دارم اینی که بگم جوانان ما، جوانان ایرانی، به خصوص جوانایی که در داخل مملکت هستین، روحیه خودتونو قوی نگه دارین. این و لیلا، روح لیلا از اون بالا مثل یک فرشته نگهبان شماست. و الان پیش پدرش تنها آرزوی هم اینه که روزی خودش و پدرش که به امانت سپرده شدن اینجا در خاک پاک ایران باشن. خدا حافظ و نگهبان تمام جوانان ایرانی باشه. اون چیزیست که من از خدا برای همه شما میخوام. این گلو میخواستم از طرف لیلا برای تمام جوانهایی که در ایران عمر خودشون رو از دست دادن، اونهایی که شاید قبرشون نام و نشان هم نداره، این از طرف لیلا برای همشون. عمرت چه 200 بود، چه 300، چه 1000، زین کهن سرای برون برندت ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو به یک نرخ بود. از اوستا ازم خواهش میکنم چیز بشه که بعد با سرود ایران برنامه رو درستم بشه. گل رفت و شد پیراهنم چاک از جفای خارها، دردا که از رنج و مهن آزرده می بینم وطن. کرسی نشینان در طرب، آزاد مردان در تعب، خون شد دل آزادگان از بس که این غارتگران در خون مشت این ناتوان بردن فرو منقارها. درود به روان گل گلزار تاریخ کهن و 7000 ساله آریایی لیلا پهلوی.
مهربان یاران عزیز، میخوام چند تا خبری که تا حالا نشنیدی رو بهتون بگم. در آستانه قرن 21 در سال 2001 سه حمله بزرگ به سه تمدن بزرگ شد. دو تا برج‌های دوقلو رو در نیویورک زدن، یک آزاد در افغانستان کشتن، احمد شاه مسعود که به آریایی بودنش و ایرانی بودنش افتخار میکرد و میگفت من به قدرت برسم افغانستان میشه سرزمین آریا، و یک نازنین رعنای دیگه لیلا پهلوی. لیلای عزیز سه روز پیش از این که کشته بشه به پزشکش اقبال، یک پاکستانی در لندن مراجعه میکنه. گوشه چشمش سیاه بوده. چند روز قبل از اینکه چشمش سیاه باشه، آقای مارتینز، سرور هتلی که لیلای عزیز در اونجا اقامت داشته، سر و صدا میشنوه تا میره که مستر کی رو بیاره در وا کنه. روی تختش در اتاق سویتش افتاده و دور گلوش سیم تلفن پیچیده شده، یعنی تانتاتیو دست سینا. آقای اقبال که پاکستانی است و تلفنی میگه چند بار نسخه‌ای رو به پرنسس لیلا داده، پلیس انگلستان مشکوک میشه، بارها از ایشون بازجویی میکنه، اطلاعات دقیق نمیده، به گونه ای که اون شورای پزشکی که جریان رو دنبال میکردن کاراگاه خصوصی استخدام میکنن، کاراگاه خصوصی استخدام میکنن که این کاراگاه بره از این آقای دکتر اقبال پاکستانی تحقیق کنه. میبینن ایشون از 18 ماه می تا 6 ماه ژوئن، یعنی 4 روز پیش از کشته شدنش، 5 تا نسخه صادر کرده، هر دفعه بین 100 تا 200 تا قرص های آرامش بخش. این مشکوکه، این قضیه، این قضیه مشکوکه. چرا؟ چون همیشه وقت میخواین شخصیت برجسته بزرگ پور، این گلیه، گل آقای گلی پور تاکید خوبی داشت، میخواین ما رو بجون هم بدازن سالا بیندازن. این آقای اقبال میگه 5 تا از نسخه های منو امضا شده دزدیدن. آخه پزشک داریم اینجا، یه پزشک میتونه بیاد گواهی بده که نسخه امضا بکنی تو رو میزد باشه همینطور؟ دروغه و دروغ های دیگه. من نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم، بیشتر در این مورد صحبت میکنم، چون 17 سال از رفت گلناز و گلنازنین ما مهربان یار لیلای عزیز گذشت. الان در خدمت آقای دکتر هستیم، عزیزانی که از آلمان تشریف آوردن و امروز اومدن به خاطر لیلای عزیزمان، از کنارش از زبان شاد زنده باد خانواده محترم پهلوی. آقای دکتر خیلی ممنون، از شامپانی داره بریم. شامپانی جان فدای اون دسته. آقای دکتر من در خدمت شما و خانمتون هستم، بخواستم تشکر کنم از اینکه تشریف آوردید. بفرمایید که نظرتون چی بود؟ بسیار عالی، من سپاسگزار هستم. در صورت قدمت همیشه برای چشم ما هستید، همیشه شاداب باشید. خیلی ممنون. اینم خانواده آقای دکتر هستم، اینم پسر گلیشون هستم که بای بای بکن. مادرت قوادگو آلاش مدرد تولد علاحضرت، ولی قبلش در خود سوادگو هم متاسفانه فعالیت های جمهور شوروی زیاد بود و در همون موقع علاحضرت که بیاد. من خیلی خوشحالم که امروز اومدم. امروز میخوام سپاسگزار همه مادرها باشم، همه بانوان خانمها که به زور دست شوهراشونو گرفتن و بچه هاشونو میگن بشین اوستا اومد. خبر دارم، همه رو به من گفتن، خبر دارم. میخوام درود بفرستم به بانو همسر تیمسار امینیان که دیگه همسر دکتر کوروش آریامنش جاله آموزگار. جاله جان درود. درود بفرستم به خواهر دوست عزیزم ایرج پزشک ساد. بانوی گرامی، ایرج به من گفت که می نشینید و این برنامه رو می بینید.
مسعود کیمیایی هم به من گفت ایران خانم، ایران خانم پول توجیبی میداده به مسعود کیمیایی، میگفته با این دوتا رفیقت توپولیه و اون یکی دیگه، توپولیه اسفندیار منفردزاده است، اون یکی دیگه بهروز رسولی، میگفته برین سینما. مسعود میگفت پنجشنبه که میشه تو خونه دوت ساکت بشینیم، ایران خانم میخواد سیاوش عبستار رو ببینه. ایران خانم دست شما رو میبوسم، شنیدم که کسالت دارید، گفتم بچه ها بیان دیدنتون، امیدوارم تندرست و شاد باشید. و هزاران هزار بانوی آزاده دیگه که نمیتونم که اسم همه رو بیارم. این نمونه بود، این نمونه بود از مهرورزی های شما ای بانوان، ای گرد آفریدای دلیر سرزمین آریایی که فرزندانتون رو قهرمانانه به میدان فرستادید و خودتون در میدان حضور داشتید. کار خوبی کردید، چون رهبری این جنبش، بشنوید حرف تازه، بلرزید شیخا، بلرزید ملاها، بلرزید نوکران استعمار، بلرزید شما که زن رو طی این سالیان کوچک و ذلیل و هیچ انگاشتید. یک زن، یک بانو بود، حساب شده دقیق 40 سال داره مبارزه میکنه. امروز سیاوش اوستا اینو میگه، شاید خودش هم دوست نداشته باشه. من میخوام امروز به شما اسراری رو بگم از شهبانو. بی خود نیست که سید علی خامنه ای اونو رباته، رباته این. من گفتم اگر خانم منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه ای، اگر ایشون اومد مصاحبه کرد و نشست و گفت و تعریف کرد از خاطرات دیشبش تا دیشبش با علی خامنه ای، ما مطمئن شدیم که علی خامنه ای، اگر خامنه ای مرده این شما مطمئن باشید، این یک روبات ساخته شده استعماری که اونجا نشسته. روبات رو هم بریم ببینم، چون که گوجه فرنگی و هندوانه خربزه و گوسفند و مرغ و تخم مرغ براتون میسازن، آدم سازی کار بسیار عادی و راحتیه. بارهای اینو گفتم و برنامه رفتم. به هر حال بی خود نبود که اومد این ربات خامنه ای برای نخستین بار گفت که شهبانو رو اسم آورد که اینها این انقلاب را آفریدن، چون درستم گفت. امروز میخوام به شما ثابت کنم که از 40 سال پیش که من توی این پاریسم، از روزهای نخست شاهد بودم که در سر تا سر جهان هر جا که تونست فرح پهلوی، همسر شاه ایران، شهبانوی آریایی، هر جا تونست روشنگری کرد و ایران رو بزرگ نشون داد و شاه رو درست معرفی کرد به مردم. هر جا تظاهرات بود رفت به دیدن تظاهر کنندگان، از همون روزهای نخستی که جنگ تازیان با ما شروع شده. امروز میخوام اسرار رو بهتون بگم، اون این که شهبانو از روز نخست، اون موقع که این همه امکانات رادیو تلویزیونی و ماهواره اینها نبود، هر سال 2-3 بار با مجلات جهان که در رابطه با خاندانهای سلطنتی و اینها در میان، ایشون مصاحبه میکرد 4-5 صفحه و مثل پاریماچ، مثل پواندوو قبلا اینو گفتم، و یاد ایران رو بچه‌های بعد آناهیتا، آریا، سیاوش، کوروش، داریوش، رادیو آوای ایران و تأثیراتش، ایران رو زنده نگه داشتیم. در همین راستا در سطح جانو شهبانو مصاحبه میکرد، بعد از مجلات عبور کرد به تلویزیون ها رسید، تلویزیون های خارجی. در همین فرانسه با فدریک میتران، برادرزاده رئیس جمهور بود، البته با عموش میگفت رابطه خوبی نداره، اینا مصاحبه خیلی خوب کرد. اون موقع ما مصاحبه رو پخش کردیم، تلویزیون نداشتیم، فقط رادیو داشتیم، ولی ویدیوشو که ویدیو کردیم اینو به همه فرانسوی هم میدادیم، عظمت و شوکت ایران رو میگفت درش با تلویزیون های خارجی دیگه، با تلویزیون ایتالیا مصاحبه کرد، تلویزیون آلمان، با تلویزیون آلمان مصاحبه میکرد،
حضور خودش رو در جهان، در جشن پادشاهان و شاهان همینطور نگه داشت. شکوه که حضور شهبانو در جشن عروسی نازنین مهربان فرانس آلبر داشت دیدنیه. کسی بود شهبانو که وقتی کندی ها باش برخورد میکردن تعظیم میکردن، همچنان که پادشاهان اروپا وقتی که به ایران میومدن زناشون جلو شاه ایران زانو میزدن. شهبانو مصاحبه های زیادی کرد تا این سالها و در این مصاحبه ها همش سعی میکرد که با روایت خاطرات خودش عظمت و شوکت و شکوه ایران آریایی زمان پادشاه رو نشون بده به جهانیان و موفق هم بود در این راه. در این راه موفق هم بود، به ویژه که فرانسوی ها شهبانو رو خیلی دوست دارن. شهبانو در چنین اتاقی در پاریس دانشجو بود، خودش نشون میده تو این اتاق زندگی. خب میشه علاقمند بودم که برم یه تحصیلاتی بکنم و برگردم به مملکت خدمت بکنم. اول میکروسکوپ و این چیزها رو خیلی دوست داشتم و توی یکی از مدارس معماری پاریس که یکی از فامیلای منم اونجا بودن خواستم برم اونجا که نوشتیم. یه جایی گرفتن یه اتاق خوابگاه توی سیتی یونیورسیتر که ساختمان مختلف ممالک مختلف داشتن که دانشجوها رو در اونجا قبول میکردن که من در پاویون هلندی بودم. البته فقط هلندی ها نبودن، این پاویون ها مثلا مال آمریکا بود، مال این ور اون ور بود، ولی دانشجوها رو قاطی میکردن که با هم آشنا بشن. از اون لحاظ برای من خیلی خوب شد که اونجا بودم. البته بعد خوشبختانه دو تا دوست ایرانی هم دختر اونجا آمدن. Voilà la chambre telle que vous avez dû la connaître. Exactement avec la table comme ça. اتاق من اینجا بود. اینجا کتابخونه بود و این میز و تخت خواب اینجا بود. یه میز کوچولو هم من اینجا داشتم. بعد فقط یه دستشویی اینجا بود و یه گنجه برای لباس، ولی حمام و چیزای دیگه خارج از اینجا بود. ولی الان تو هر اتاقی حمام و دستشویی و همه چی درست کردن. خیلی واقعا یه جوری میشم یاده 60 سال پیش. این پاویون ایرانی که بعد از اینکه من ازدواج کردم به علازاد گفتم که در سیتی یونیورسیتی ممالک مختلف یه پاویون دارن ولی ایران نداره، که خوشبختانه گفتن و دولت این پاویون خیلی قشنگ و اینجا ساخت با کمک دوتا مهندس ایرانی و سنگ اولش رو علازاد در یکی از سفرهای رسمی که آمده بودن به فرانسه گذاشتن و یه سکه یک پهلوی هم درش انداختن. این دانشجو بر میگرده ایران، حتی دوستان فرانسویش نامه نوشتن به شاه، عکسی هم براش فرستادن، خودش میگه شعبان که شاهنشاه شما که ازدواج کنی فرح اینجا هست، بسکتبال هم بازی میکنی، قدش هم بلنده، ابروش هم کمنده. جالبه که قصه های خود شهبانو تعریف میکنه، از دلاکی که میخونده به کس کسی اونش نمیدیم و ما به شاهش میدیم، تعریف میکنه از اینکه دوستش افغانیه میگفته تو فرح پهلوی هستی. در این ذهنیت از خردسالی هم درش بوده که کسی بشه و به مردم خدمت کرده. یه دوست افغانی داشتم که نوشته بود فرح دیبا مساویست با فرح پهلوی.
بعد ما بچه ها با من شوخی میکردن، میگفتن که تو بد نیستی و اینا، شکلت بد نیست و خوبیه، که چطوره که ما به شاه بنویسیم، شاه تو رو بگیره. میگفتم خب بهش نامه بنویسین که یه همچه کسی اینجا هست، همه به شوخی. بعد میگفتن که خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران، که همینم شد دیگه، دعوتشون کردم، چند تا آمدن ایران. در خاطرم هست منزلمون در خیابون سزاوار بود و ما با داییم آقای مهندس محمد علی قطبی زندگی میکردیم. من بچه تنهای خانوادم بودم، ولی رضا قطبی پسر داییم با هم زندگی میکردیم، بنابراین تنها نبودم. بعد از فوت پدرم تابستونا میرفتیم شمال لاهیجان. تیمسار قطبی داییم و خانومشون خانم فخری خانواده سفاری زمینای چایکاری داشتن و خب برای من خیلی جالب بود به اون سن برم تو اون منطقه و طبیعت رو ببینم. اون موقع برگ چای رو خانوما میچیدم و در یه سبدی میذاشتن و وزن میکردن که مثلا چقدر برگ چای کندن نسبت به وزن برگ چای، بهشون یه حقوق میدادن. و ما با پسر داییم و دختر خالم و اینا میرفتیم، یاد گرفته بودیم چجوری برگ چای رو بچینیم و نگاه میکردیم مثلا سبدی کی کمتر داره تو اون میریختیم که کمکش بشه. چیزی مثل یه دختر داریم شاه نداره چیزی، بعد به کسکسانش نمیدیم، به همه کسانش نمیدیم. شاه میاد با لشکرش، امین دیوان پشت سرش، بلکه بدیم بلکه ندیم. خیلی جالبه چون اینو بعد مادرم تکرار میکرد یادم موند. بعد یادم یه دفعه از راه روی حمام که میگذشتیم، خانمایی بودن به ترکی آذربایجانی گفتن بوگیز گزلدی، همچین گزل هم نبودم. اون زمان من تو پیشاهنگی هم رفتم و پیلی کمک کرد از لحاظ اخلاقی و حس مسئولیت در برابر خوب یده. تاریخ 29 آذر ماه 1338 در کاخ مرمر مراسم با فر و شکوه عقد ازدواج انجام شد. این نمایشگاه فوق‌العاده‌ای در پاریس درست شد، 7000 سال هنر و فرهنگ ایران، که اشیاء مختلفی، کتاب و اشیاء از ایران می آوردند که مردم دنیا ببینند فرهنگ و هنر ایران کجاست. و جالبه که میدونید شاه دو تا زن پیش از شهبانو داشته، پیش از فرهنگدیبا داشته، هر دو تا به توطئه و تحریکات زنانه ای که همه جای دنیا از عمه خاله خواهر مادر اینا مادر شوهر اینا از این کارا میکنن، اینا یکی یکی از بغل شاه پروندن. با اینکه شاه عاشق سرایا بود، سرایا خیلی دوست داشت، حالا به بهانه که بچه نمیاره پسر باشه. خب سرایا به من گفت آخه فرهنگ ایران که پر از شاهزن هست، منو میکرد نماینده ولی عهد خودش، یا دخترشه که داشت، دختر داشت که اون دخترشو میکرد ولی عهد خودش، زن جناب اردشیر زاهدی. سرایین دو بار به من گفت و خیلی هم این پرنسس این رو چیز کرد. بعد شهبانو جالبه خودش میگه، میگه ما اصلا حسادت نداشتم به نسبت به هیچ کس، حتی اونه تو دربار رو اصلا حرف اویم گفتم پیش من نیارین، گوش نکنم. اونو بعضی جاسوس میذاشتن که حرفای شعبانو رو جاسوسی کنن، کارو چه برن. شعبانو میگفته اصلا حرف اینا رو پیش من نیارین. رژه میرفتیم در استادیوم مدرسه نوربخش و اون موقع ملکه ثریا بودن و عکسش یه جا هست که من جلوی ملکه ثریا پرچمدار تیم مدرسه ژاندارک بودم. بعد از رژه قرار بود یه مسابقه دو بشه و معمولا من اول می شدم و دیر را افتادم دوم شدم، دیگه نخواستم برم مثلا مدال بگیرم.
و الان فکر میکنم که خب عجیب بود اگه یه عکسی بود از من و اون موقع از ملکه. و من این رژین حالا به شما نشون میدم. این رژین دیسکوتک رژین، دفترش درش که از پشت میره درست کنار دفتر منه. اون موقع این محل انبار من بود، دفتر ما بالا بود، ولی شبا من میمدم کار میکردم اینا تو دفتر صدای موزیک و اینا. وقتی من اینو به لیلا پهلوی گفتم، چون قبلا هم توسط آقای آتابای چیز کرده بود بچه ها لیلا و فرهناز پرنسسو یه بار دیده بودن، بار دومشو من آوردمش توی این دیسکوتک رژین که میومد سرعی نشست و بعد به من گفت، گفت این دختر چقدر بزرگه، رویه بزرگی داره، باری کلا به مادره، به شیر مادرش. من یک لبخند زدم، گفت واقعا باری کلا به شیر آنان حسود و اینا نبوده که برای من بینا به حرف بزنه، چقدر مثل دختر خودم دوستش داشتم، لذتی بود با لیلا بود. شهبانو خیلی تلاش میکرد که یه رسانه‌ای باشه، تلویزیونی باشه، بتونه همین خاطرات خودش رو تعریف کنه با اسنادی که الان روز بزن بیشتر میشه تا تأثیر بزرگی بذاره بر جامعه ایران. اینا رو از این کانال مناطقشون استفاده کرد، تلویزیون مناطق برنامه ها رو سفارش داد شهبانو، هزینش هم بر خودش متقبل شد. بعدم کارا پرخرجه، فکر نکنی مثلا برای یک چیز اینا سفر بکن به قاهره، سفر بکن ببر، سفر بکن ببر، بعد برو تو آرشیوا بگرد در بیاره سیر عکس ها رو کارا رو، یا حتی از داخل ایران. من سپاسگزار هستم در داخل ایران، میدونید بچه ها خیلی کار کردن. برای همینه که بعضی از این چغندر ها که بعضی وقتا میگن سیاهش از تو با اون سلام کردی، با اون علیک گفتی، این گونه بود که تونستیم مثلا هم همین یک سری اسناد فیلم هایی که از ایران خارج شده، یک سری که از آرشیو های تلویزیون های خارجی، یک سری از ایران خارج شده، آدم های اونجا بودن که کار کردن. یا مثلا یکی از رفقای من درود دارم بهش، کار نقاشی شهبانو رو چاپ کرد، منتشر کرد، نسخه هایی رو به خود شهبانو رسوند. بخاطر همین رفت زندان، بخاطر همین ایشون رفت زندان، ولی بخاطر همین کارش رفت زندان طفلی. الان هم چاپخونه داشت، اونها همه ازش مصادره کردن، گرفتن اذیتش کردن بیچاره رو. آدم ها اینجوری هم بودن. کتاب رضا شاه رو ما تو خود ایران چاپ کردیم، مال خاطرات بهبودی رو خود ایران چاپ کردیم در تیراژ 30 سال پیش. شخصیت هایی که این کاری کردن به آدم هایی بودن که خود ایران بودن. برای همینی که الان هم که وقتی پیکر مومیایی شده رضا شاه پیدا میشه، خود مسئولان میراث فرهنگی میان اول اعلام میکنن همه ایرانی ها که آخوند و شیخ و ملا نیستن که. یا مثلا موزه شهبانو فرح پهلوی رو وا کردن توی نیاوران، اصلا به خود شهبانو من نشون دادم اینجا، برای که مردم رو الان خود اینا پی بردن. آقا بچه های خود اینا ننگشون میاد یه رو بگم آخونده باباش، ننگ افتخارشون رو گذاشتن. ایران ما، ایران دیروز ما، هر کجاویش خونه واسمون ما، آبش و خاکش همیشه مال ماست، چشم راهی قد و بالای شما، چشم راهی قد و بالای شما. باخشه هاش دار عباسی، اطلاس یو شب و داری، کوچه هاش جوب و درخت های احاقی یاداری. یعنی آه شاه جاندارم خلیج وجود. من با راشا تودی تلویزیون جهانی روسیه مصاحبه کردم که سر ساعت 8:22 بهمن هم پخش شد و تمام دنیا اینا. گفتم مهنو نفتخر، افتخار میکنیم که ژاندارم منطقه پلیس بودیم، قدرتمند بودیم. من شرطی، یعنی كان معروف ان الشاه هو شرطي الغرب في المنطقه. نحن نفتخر، نفتخر دائما سنفتخر بهذا. كنا الشرطي وغول جندار الخليج الفارس، نفتخر بهذا، هذا كان قوتنا، هذا كان جيد. في عمان كان مشاكل، جيش الإيراني دخل وركز على مشكلة الملك، وفي بلاد الأخرى عندما عندك قوة
هذا نفتخر بهذا. نحن كنا شرطة في خليج الفارس، نفتخر بهذا. هذا كان افتخارنا زيادة سلام مسافر. ولكن عندما كل البلاد العالم دون سيادة رئيس أنور السادات، رجل الوفا ورجل التاريخ وفرعون الجديد، فرعون نحن نحترم، كل الفراعنة نحترم، لأن الفراعنة هم ملوك، ملوك الحضارة. چشن 2500 ما افتخار میکنیم، بزرگترین تبلیغ رو کردیم. کارهای دیگه هر چی کار به نفع ایران انجام میشد، تا یک صدایی میومد که میخوایم بریم ایران. سال 96 وقتی من گفتم میخوام برم ایران، ایشون با پوندوو مصاحبه کرد، گفت من به نام فرع دیبا میرم ایران. جهان هیچ دیگر دوست دارم، تو را آقای کهن موقع دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گران گوهر مهربان. یاران گرامی، داریم در رابطه با شهبانوی نازنین و مهربان صحبت میکنیم و جنجالی به راه افتاد پریروز در تهران که بی رابطه نیست، در رابطه نیست با صحبت کنیم. یعنی یک بار دیگر یکی از مسائلی که سیاوش اوستا مطرح کرد در ایران جنجال آفرین شد. یادتون هست دو سه هفته پیش من مطرح کردم که ظریف نامزد ریاست جمهوری مشتبه خامنه ایست و احمدی نژاد داره علکی سر خودشو گرم میکنه، کاری نیست. چند سوش به من گفت که فلان تو فلان حرفی که زدی و فلان رو همین جایی مشتبه بود. بعد گفت روحانی فلان، گفتم این روحانی بگه که نه، رفتن پشت در خونه مشتبه خامنه ایست صف کشیدن که همه شون آقا ما میخواییم رئیس جمهور بشیم. حالا روحانی که نمیتونه بشه، باید یکی تو حزبش بکنه، اون جواد ظریفه. الان هم من اینطور که شنیدم اینا به جواد ظریف بیشتر رضایت دادن تا جهانگیری. یا ویبان احمدی نژاد میخواد بشه، یا زرقامی نگاره بشه، یا حسن خمینی نوه خمینی هم میخواد نامزدش کنه. یعنی میخواد این سری نامزدی جور بریزن تا توی اینا این مجبورش به همین جواد ظریف رای بده. چرا جواد ظریف بذارن بیاد بیرون؟ چون جواد ظریف کسیه که سلامیت چه تایید نخواهند کرد. اینو ما گفتیم بعد دو سه هفته این یارو شیره‌ایه اومد و خلاصه این قضیه رو به گونه دیگه مطرح کرد، یه جنجال رفته. غلام علی مشهد، محمد علی حداد، یعنی این اسم میشه، پنج تا اسم داره، بعد اسم خودش گذاشته حداد عادل. عادل تو اسمش نیست، حداد حالا هست، عادل تو اسمش نیست. غلام علی مشهد اسم شهر ما، محمد علی حداد اسم این یارو، غلام علی حداد عادل هست که سابق در هنگامه حکومت محمد رضا شاه هیئت علمی دانشگاه بوده، استاد دانشگاه بوده، از توبره میخورده. البته بعد از 1342 و اون جریان خمینی، همین غلام علی با برادرش مجید، اینها بنیانگذار نهضت مجاهدین خلق هستند که بعداً که اینا بازداشت میشن و زندانی میشن، دو تا برادر، اون نهضت مجاهدین خلق تغییر نام میده، نهضت میشه سازمان مجاهدین خلق. ببینید بابا هر جا که خبری بوده توش بوده. بعد با آقای دکتر حسین نصر در انجمن شاهنشاهی فلسفه که محمد رضا شاه و شهبانو تأسیس کرده بودن کار میکرده، کارمند حکومت شاهنشاهی بوده، دست شهبانو فرح رو بوسیده، نوکر محمد رضا شاه بوده، تازه نوکر محمد رضا شاه بوده، نوکر سید حسین نصر بوده، دکتر سید حسین نصر. ولی الله جون حالت خوبه عمود، عموی ولی الله ما. خب ایشون نوکر شاه بوده، نوکر شهبانو بوده و جنجالی داره در این رابطه حالا و درگیری های. احمدی نژاد اومد جوابشو داد. ایشون خیلی جالبه که اومد
نه که شیرعیه، آدم های شیرعی معتاد بلا نسبت اونهایی که نازنین من هستن و به خاطر مسائل جنگ و اینها معتاد شدن دستشون رو میبوسم. آدم های مثل این که از پولداری و رفاه و خرطوخری مملکت شیرعی هستن، اصلا قیافه هستن، یه حرف میزنه شما ببینید اصلا این قیافه هستین داره، توف به اونهایی که از اینها پاسداری میکنن، توف به اونهایی که پای کلاس درس اینها می نشینن، توف به اونهایی که توف تو صورت این اراذل و اوباش نمی اندازن. عزیزان احمدی نژاد و اینا رو اصلا شما تو انتخابات در نظر نگیرید، یعنی این تکلیف روشنه، زیاد تحت تأثیر نمیدونم موزگیری و فضای مجازی و بودن و نبودن حرف زدن ها نباشید. حداد دل اومد واضح گفت، حداد دل اومد واضح گفت که این بی خود داره احمدی نژاد هارت و پوت میکنه، همه چی روشنه، یعنی انتخابات شده، ما نامزدمون هم انتخاب کردیم. البته من الان توی پرانتز بگم، به دلیل اینکه من ظریف رو افشا کردم، گفتم ظریف نامزد مشتبه خامنه‌ای هست و این رو شد، الان دوباره غلام علی حداد با این مانوری که داد، میدونین کی میشه نامزد ریاست جمهوری مشتبه؟ برادر زنش، این یارو فرید حداد، بچه همین غلام علی شیرعی، همین دودولی دودولی گوگولی گوگولی مدرسه‌ای مامانشینو یادتونه؟ آره، یعنی برادر زنش رو رئیس جمهور میکنه مشتبه خامنه ای، چون خود حداد بارها نامزد بوده اخراجش کردن نرفته، رأی هم نیاورده، و بعد رئیس مجلسش کرد خامنه ای، رئیس مجلسش کرد، بعد همین اسنادش رو، اسناد بسیار مهمتر، همکاری با نظام پادشاهی و این که ایشون دو تا زن شیعه دیگه داره رو لاریجانی ها موقع رو کردن و اینه به خودش نشون دادن، همچنان که خانم دکتر حسین فاطمی به خودی یارو سرند نشون دادن، بازداشتش کردن که با همسر شهید فاطمی ملاقات کرد، تلاش کرد که حمایت اونو برای گروه خودشون جلب کنه و ایشون رو به مخالفت با دولت دهم تشویق بکنه. بعد از اینکه این خانم نپذیرفت و مخالفت کرد با این درخواست ایشون و عکس دستبوسی فرهو نشون داد، خب شب ریختن نیروهای امنیتی تو محل اقامتشون، کامپیوتر حامل عکس رو با خودشون بردن، بعدن هم دستگیرش کردن، بردن 20 روز زندان و بعد آوردن تحت الحفظ پای هواپیما از کشور اخراجش کردن. متاسفانه امروز کشور ما گرفتار یه عده آدمی شده که اینا خودشونو برتر از مردم میدونن، اینا خودشون صاحب اختیار میدونن، مالک کشور میدونن و فکر میکنن همه امور باید تحت تصدی اونها باشه. اینها انقلاب و کشور رو ارث پدری خودشون میدونن، دنبال اونن که مردم رو به طور کامل از همه عرصه‌ها بذارن کنار. با نقش آفرینی یه عده ای که قبل از انقلاب دست فرح رو بوس میکردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن، شدن سوپر حزب اللهی، بعد اومدن تو کارا. خب با نقش آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشتیم که اوزاش نشون بشه؟ دادن که این زن داره، خبر دارن، عکس گرفته بودن، عکس گرفته بودن ازش تو رخت خواب، از حداد عادل، از شیرعی، اینا لاریجانی ها میگفتن دروغ، هم دیگه خواستم واقعا حذفش کنم. اون موقع رئیس مجلس جمهوری اسلامی بود، استعفا داد اومد بیرون، استعفا داد از ریاست. همون موقع من این مطلب رو به گونه مطرح کردم، رسانه‌های خود ایران همون سال اینو نوشتن، رسانه‌های جمهوری اسلامی اینو نوشتن که سیاوش اوستا اینو گفته، اسم تاجزاده و اینا رو آوردم. از همونجا، برای که بدونید که قدرتی هم که اینا دارن حرامزادیشون تا چه حد، از همونجا چون حداد عادل خودش، پسرش، زنش، اینا تو همه جا مشتبه است دیگه، از کانال‌های اطلاعاتی، از کانال‌های رسانه‌ای همه جا نفوذ می‌کنن، از همونجا آقا سایت‌های ما که ممنوع بود با روحانی و اینا همه هم یکی، اینا دست به یکی هم یادتون رو دستو داد که اسم سیاوش اوستایی اصلا تو ایران ممنوع باشه، هیچ رسانه‌ای نبره. اصلا اون موقعی که من مطرح کردم که حداد عادل چرا از ریاست پارلمان جمهوری اسلامی کنار رفت، حالا دکتر حسین نصر نیز، ایشون نوه شیخ فضل الله نوری است که
که معرف حضورتون راست. ایشون نوه شیخ فضل الله نوری است و الان هم ایشون امریکاست. ایشون با هر دو رژیم، با همه رژیم هم کار کرده و میکنه و یک مسلمان هم هست مثل همه مسلمان های دیگه و با این که میگن دانشش خیلی بالاست ولی اسلام براش درجه یک و اول. شما بدانید، آگاه باشید، چون من میخوام در رابطه با مشاوران بایدن نیز با شما صحبت کنم، اینو بدانید و آگاه باشید که برای شما همیشه میسازن، فیلسوف میسازن، اندیشمند میسازن، آخوند میسازن، هنرمند میسازن. شما باید زرنگ باشید. هر کس که سر بر آستان استعمار گذاشت، نوکر استعمار شد و برای استعمار در داخل میان ما کار کرد، رسانه ها هم باش هستن میبرن از هیچ، همه چیز میسازن. یارمونچه متفکر دانشمند برتر ایران، او دخترش هم میره اونجا، پسرش هم میره اونجا، خودش هم میره اونجا، پو 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 پو. خب ما هزاران اندیشمند دانشمند داریم که بنده خدا نمیتونن حرف بزنن، لبشون رو با میگن میدوزن. اینها چون نوکر استعمار هستن همیشه همه جا دارن. خوشحالم که یک بار دیگه سخن سیاوش اوستا چنین جنجالی رو در درون گرگ ها به وجود آورد و گرگ ها رو رسماً به جان هم انداخت و شما میبینید این غلام علی شیره‌ای، این محمد علی مشهد غلام علی حداد، 6 کیلومتر اسم، خود رئیس بنیاد مستضعفان آقای پرویز فتاح که توسط خامنه‌ای هم انتخاب شده، اومد گفت ایشون سرقت کرده، دزدی کرده، از بیت المال چه کرده چه کرده، یادتون هست؟ بعدا چون مشتبه داماده شه، مشتبه اومد به اون پرویز فتاح گفت آقا عذرخواهی کن، مملکت اینه، شوربختانه بدبختی اینه. مردم که میگم، من چاکر مردم، مردم عزیز ایران، من دست شما رو میبوسم، من مخلص شما هستم. این اراذل و اوباشه که چیزی قلم دستشونه، تفنگ دستشونه، روزنامه دستشونه، رادیو دستشونه. شما اون یارو بنده خدا حیاتیه 40 سال، 42 سال تملق اینا رو گفت، رجز خامنه‌ای کرد، چه کرد چه کرد، یک خلاف کرد، انداختنش بیرون. بدبخت نون نداره، شب بخوره، حالا داره آگهی پخش میکنه. شما پایت ریشه‌ای برخوردی که میکنید، برخورد ریشه‌ای با این دشمنانی باشه که در سرزمین ما حاکم. به پایان برنامه میرسیم. از شما پروانه میخوام که بایتون بدرود بگم تا برنامه دیگر که به شما درود خواهم گفت. و از برادر مهربانم دبیر کل این دانشگاه پارس مهندس امیر شجر هم سپاسگزارم. دستان گرم شما رو میفشارم. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ شهر فرهنگ پاریس، تلویزیون مهر، رادیو آوا ایران از 30 سال پیش تا به امروز همچنان در 66 خیابان شانزلیزه. مرکز پخش قوطی‌های جادویی ژل باکس در سراسر اروپا با مناسب‌ترین قیمت که برای دیدن کانال تلویزیونی هیچ نیازی به نصب ماهواره روی پشت بام ندارید. شهر فرنگ 66 شانزلیزه. برنده رو بیایید. شش و شش ککک شش 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 فشنگ شش و ککک شش Bande organisée, une personne voulu canaliser dans la zone sur plus affichée, puis c'était par les banalisés. Hasta luego, saison 1, hasta luego, saison 2. Bon rendez-vous, bien-hit. تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است.